ببینید من یک نمونه ای را از یکی از دانشمندان بزرگ دنیا هست بله. شخصی دانشمند اتریشی به نام دکتر ویکتور فرانکل ایشان تنها فرد نجات یافته از کره های آدم سوزی های آلمان بله. یعنی در اون صحنه ها و در اونجا بودن صحنه های بسیار بد ضد بشری رو اونجا ایشان دیده و تجربه کرده بعد نجات پیدا کرده ایشان یک رسالت یک نامه و رسالت بسیار زیبایی را برای معلمین جهان یک نامه را نوشته پخش کرده محلی. که این نامه را برای همه معلمینی که به شاگردان آموزش میدن باید برسانید و اینها بخوانند ایشان در کتاب انسان در جستجوی معنا میگه که برای انسان شدن دانش آموزان تلاش کنید بله یعنی نمیگه که شما برای صرف یک سری معلومات و تعلیم این معلومات تلاش کنید میگه که برای انسان شدن دانش آموزان تلاش کنید و تلاش شما موجب تربیت جانوران دانشمند بله، جانوران دانشمند جانوران دانشمند و بیماران روانی ماهر نشود خواندن، نوشتن، ریاضیات، مهندس شدن، انجینیر شدن فرمایند که زمان اهمیت پیدا می کند که به انسان شدن این کودکان و دانش, دانش آموزان کمک بکنه بدون شک بله. همینطور پزشک شدن و مهندس شدن و متخصص شدن می کار سختی نیست با چند سوای درس خواندن و مدرسه رفتن و بعد وارد دانشگاه شدن آدم میشه چی؟ مهندس و دکتر و متخصص اینشان می بلکه انسان تربیت کردن کار بسیار دشوار و سختی هست ایشان یک نامه نوشته خطاب به همه معلمین میگه که چشمان من چیزهایی دیده است که چشم هیچ انسان نباید ببینه در همون جایی که ایشان اونجا زندانی بوده دست نازی های آلمان و خیلی از انسان ها در اونجا خب نسل کشی شدن و از بین رفتن میگه من اتاقهای گازی را دیدم که توسط بهترین مهندسین طراحی میشود بهتر بهترین بره مهندسین بهترین مهندسین انسان. من پزشکان ماهری را دیدم که کودکان معصوم و بیگناه را براحتی مسموم میکرد اینها پزشک بودن با لباس های بیمارستان و با لباس فرم دکتری می آمدن براحتی تعداد زیادی از کودکان را مسموم میکرد من پرستاران کاربلد رو دیدم که انسانها را با تزریق یک آمپول به قتل میرسند من فارغ تحصیلان دانشگاهی را دیدم که می انسان دیگری را به راحتی در آتش بسوزانند این ایشان میگه که مجموع این دلایل مرا به آموزش مشکوک کرد جناب علوی عزیز میگه که وقتی من اینها را دیدم اینها همه تحصیل کردگان در مکتب و در دانشگاه و در مدرسه بودن اینها زیر دست یک معلمی درس کند. مهندس اینقدر قصی القلب داکتر اینقدر قصی القلب آدم کش خالی از انسانیت لزایشان میگه که باید در هنگام آموزش و پرورش آموزگاران بر علاوه این که توجه به مزامن درسی بر علاوه این که به نکات بهداشتی توجه صورت میگیره در رابطه با اخلاق رفتار حسنه و انسان شدن هم تلاش بکنه و همینطور در این زمینه اینی که رسالت اساتی در مدارس تعلیم اخلاق و رفتار حسنه هم هست از امام خمینی رحمت الله علیه یک جمله معروفی هست نشان فرمودن که شغل معلمین شغل انبیاست بیدنش. یعنی دقیقا معلمین در مدارس در مراکز آموزشی کار رو انجام میدن که انبیا انجام میدادن یعنی همانطوری که پیامبر و پیامبران گذشته برای جهل امت کمر بسته بودند که جهلشون رو برطرف بکنن خب معلمین هم وظیفهشون چیه؟ وظیفهشان زدودن جهل از بین مردم ها. و این زدودن جهل صرف با انتقال یک سری معلومات ذهنی نمیشه بلکه با مسائل اخلاقی و بیان اونها نیز صورت میگیره و این از مهمترین مسئله است که جنبه اخلاق را هم در نظر داشته باشه